الحلویا بهونکه خدای په نام سلامونه او نکه هلی ودان کوم ګرانځ د کوم کو خدای لوکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او زمو په خوشحالی او رمي سره د خپلو د کورنۍ او ترڅنګ پهلکړي وي ګرانځ د کوم کو ز مايوان د احمدي بیا هم تاسو په چوپړ کې يم د نهم ټولګي په 22م لواس کې کوم پیادوي د سيدال خان ناصر په اړه کوم یو ډیر خاصه معلومات ولوست خو نن منګل تاسو د سیدالخان ناصر په حق له د متلنډیز فعالیتونه او دا چې هغه د ادبیا ته په په ارسکی د ادبیا ته طرف کم خدماتونه یې کړې دي داګه پاکل منګو تاسو سړاوځه غګيغو ایزو د درس گذشته دروري سیدالخان ناصر یی ک همچنین یک شخص خیلی یک مبارز خوبی بود که در زمان میرویس که در مقابل شورشی ها و در مقابل کسایی که به وطن ما شما شورش برده بودن و تجاوز کرده بودن در مقابل از اونا استادگی کرد در آخر اگر یادتون باشه ایزا ای گفتیم که زمانی که نادر افشار قدرت را در امو منطقه کندهار و دیگه ساعت از کشور ما و شما را که به دست خود گرفته بود بعدش این شخص یعنی سید الخان ناصر را دستگیر کردن پیش از این شخص که بردن نادر, نادر افشار بره اساکر خود گفت که ما از چشم از ای شخص خیلی حراز دارم و این چشمای از ای را بکشین که بالاخره این ظلم را قضی کردن و ایره از او منطقه دور کردن و بالاخره رفت در منطقه شکردره کې یەک یې اوسوالۍ کابل خاص درونځه یي ژوندۍ میکد کې بل اخرې در امونځه دفنم شوډه کې قوم ناصر هم د ناصر قوم هم بودي سیمه کې د سیدالخان ناصر اولاد دي خو نن مونږ تاسو دا غه د شیر یو بیل ګسر یو زایل ولو خو د متن لنډیز هم لرو نور ازي چې سراي اورزاي د دې متن پاتي برخه ووي خب در درس گذشته تا این منطقه تا این جای را خواندیم که شخص به در سیاسنگ شکردره رفت و در اونجا زندگی کرد تا که در اونجا حدیری شخص هم یا قبرستان از شخصم شخص هم در اونجا است و قوم ناصر هم مربوط امی سیدال خان ناصر هست خوبای چی سیدال خان ناصر در پختو جبی پیاوری شاعر هم و میگه سیدال خان ناصر شاعر قدرتمند یا توانای از زبان و ادبیات پشتو هم بود محمد هوتک د هغه شیر په پټه خزانه کې خوندی کړی او تر موږ یې رارسولی دی میگم محمد هوتک که نویسنده ی کتاب پت خزانه هست در کتاب میگه یکی از نمونه های شیری از این شخص را میگه نگهداری کرده و با تا به ما ایره رسانده ی کی کوم شعر از ببینیم عايزه په پټه خزانه کې د سیدالخان ناصر یو بدل یو بدل راغلی ده یوک نظم یا یوک چاربایتي از سیدالخان ناصر در پټه خزانه اومده ده حقی په دل پیل داسې دی کوم اوهنګ یا موزیک یا کوم مو... چونیجه بدله کې ما شما در زبان و ادبیات در هر زبان و ادبیاتي امو نظم یا ادبیات مردمی و فولکلور را داریم که برش بدله میگن مثل لنده هست که این نمونهش شروعش میگه ای است یار مالحس گران شو یار مالهس گران شو راتیر تر طول جهان سو میگه یار میگه به او شکلی میگه خیلی برمه عزیز شد به اندازه برمه عزیز شد راتیر تر طول جهان شو بر ما از تمام جهان زیادتر شد را تیر تیر شد از تمام جهان یعنی به اندازه تمام جهان حتی زیادتر از او میگه بر ما یارم دوست یا رفیقم یا معشوقم بر ما عزیز شد نور نوینم پسترگو گو میگه دیگه به چشم خود نمیبینم چی نمیبینم؟ جهان طول را تا جانان سو میگه جهان تمام جهان برم به مثل جانان شد الان د متن لندیس هست آخرین چاس ماست که درباره سیدال ناصر معلومات بدست داریم خب بزیر سرورتاق کیک دهید زکا چی؟ ده سیدال خان ناصر پر حقل هگه معلومات چی منگا تا دلته دلتر لاسه که او ده ها باید ده خلاصه یا امو متن که از اینجا معلومات بدست میاریم او را به الفاظ خود ما باید نوشته بکنیم د متن لنډیز ناصر د هوتکو د دوري له پاوزی او فرهنگی فرهنګي شخصیتونو څخه و میگه سیدالخان ناصر از دوری هوتکی ها یکی از سربازا یا مبارزین نامدار او فرهنگی شخصیت و شخصیت فرهنگی از او زمان بود نوموړی د میرویس نیکه د ملی مبارزی پیاوری ملگره و کی هم در متن خواند مجا میگه که شخص نام برده نوم وړی ای که اینجا شخص نام برده معنا میته که شخص نام برده یعنی سیدالخان ناصر د میرویس نیکه د ملی مبارزی پیاوړی ملګری و میگه یکی از رفیقا و دوستا و همسنگرای میرویس نیکه در مبارزه ملی بود چون میرویس نیکه یک مبارزه ملی انجام داده بود پس هم میگه یکی از همسنگرا و دوستا و رفیقای زی بود ده هغه د مشري په وخت کې د افغاني فوجونو سرلَهکار و در زمانه مشري یعنی مو بزرګي که مو بزرگ قوم یا بزرگ مو منطقه بود میرویسنه ک میگه در زمانه زو میگه د افغاني فوجونو سرلَهکار و سرلشکر نیروهای نظامی افغاني بود ورست چې شاه محمود او تک وکمن شو بعد ازو که شاه محمود او تک په سر میرویس نیکه میگه به قدرت رسید او بیای پر اصفهان برید کاوه و بعدش میخواست که به اصفهان حمله بکنه سیدالخان خان ناصر ور سره ملگره و سیدال خان ناصر هم همراه از او یک جا بود دوستش بود او دل سرلحکر پتوگه ای په دقا ستر صوبه پورا وند درلوده و به عنوان سرلشکر میگه در ای حمله یا در امی من ساحه میگه رول مهم را داشت و د ده کندهار ده کلابنده په وقتی ده نادر افشار ده پوزونو پلاس روند کلی شو میگه بعد از او وقتی که شد یعنی ماسره شد در امو زمان نادرافشار میگه در ای وقت توسط نیروهای نادر افشار روند کلای شو. یعنی شد یعنی کور شد چشمای کشیدن. نمونه وړی پر سرلشکری سربیره میګه شخص نوم برده یعنی سیدالخان ناصر بر علاوه سرلشکری کې سرلشکر بود سربیره بر علاوه د پښتو ژبه شاعر هم و یعنی شاعر زبان و ادبیت پښتو هم بود د شعر بیلګې پټي خزانه موخته را رسولای دی کې نمونه شیری سیدالخان ناصر را برای ما شما پتا خزانه رسانده که محمد هوتک نویسنده پتا بود خب ایزایی هم بود بخش اول درس امروز ما در بخش دوم فعالیت ها هست ایزا چند سوال داریم و در ادامه ای که فعالیت را که شما باید انجام بتین پیش ازی که بریم به فعالیت هایی که در کتاب هست یه است که در بروی سیدال خان ناصر معلومات را که بعد ساوردین حالا سال که ای کدام کارها را انجام داده و میرویس که بوده کدام سال کدام ساعه را به دست آورده اونا به او اندازه که جدی باید در متن ذکر شوه نیست اما ای که معلوماتی را به دست نظر به او شما درباره سیدالخانه ناصر یک متن نوشته بکنین یعنی ما کوشش میکنیم که طریقه نوشتن متن و ای که در زبان پشتو باید به شکل شروع بکنیم این هدف ما هست بریم ازا به فعالیت ها فعالیت ها را انجام میتیم اما این کارخانگی تا یادتان نره که در برای ناصر هر معلوماتی را که دارین امورا نوشته میکنین خب ازا در فعالیت ها ما چند سوال داریم که دریم فعالیت منتوایی چی؟ خون کې له زده کون څخه لاندې پختنه وکړي میګا استاد از چاګردا سوالای زایل را پرسان بکنه که از ای چند سوال را در کتابچه ته نوشته کنین و جوابش را به زبان پشتو نوشته کنین نیاز نیست که کاپی امو متن را اینجا نوشته کنین که برین امو متن دا مو سوال د جوابش را پیدا بکنین و کلمه به کلمه نوشته بکنین میتونین معلوماتی که دارین نظر به او سوال را جواب بتین در سیدال خان ناصر لوست سخه موسه مفهوم ترلاسه کرد کی بر میگرده به مو کارخانگی اولتان که ما گفتم باید در بروی سیدال خان ناصر متن نوشته بکنین ولی اگر ما به جای شما باشم به با این شکل نخست موبایلتان را بگیرین صدایتان را ثبت بکنین درباره سیدال خان ناصر معلوماتی که دارین او را صدایتان را ثبت بکنین بعدش باز برین سوال دا به شکل نوشتاری جواب بدین خود زه لیکم چی سیدال خان ناصر یو ملی مبارز او یو فرهنگی شخصیت و چې د میرویس نیکه په وخت کې د سره د ملی مبارزی په د ملي مبرزي په شاخه او یا هم د میرویسني ک لپاره د ملي مبرزي لپاره ډیر زیارونه او زحمتونه ایستول سید خان ناصر زکه چی یو ډیر پیاوړی او نام توش سرلخکر و د نادر افشار په وحکی کله چې د هغه د د اساکرو په لاس وولید هغه د دې سترګو وستیا او بل اخر دایي د خزینه تبعید کړ او ل... شکرداری ته چې د کابل ولسوالۍ ده هغه زیته ول ولیګ او په هغه منطقه کې او ځای کې استوګن این بود معلومات که ما از نظر که خواندم و ترجمه کردم و با هم ایرا خوانده ما بده شما میتونین که جواب خودتان دم مفهوم خود را خودتان که از متن بده ساردین در اینجا هم بگوین و هم نوشته بکنین سوال بعدې مأمګي کې سيدال خان ناصر وليد ميرويس خان نک سره په مبارزه کې غډون کړی و ميگه سيدال خان ناصر چرته در زمونه ميرويس خان بو ميرويس نک یکجا اشتراک کرده بو در مبارزه نو وایره شو چې سيدال خان ناصر زکه چی یو نام تو سرلحکر و او دا چی هغه مغولانو او نورو خالګو چې منګ تاسو په هوادې برید او تجاوز کړي وو دغو په مقابل د ولاړې دوله پر یم مبارزه د میرویس نې کسره یو ځای وکړ سیدال خان ناصر باقیمانده یې نو را شمایځه جواب تین سیدال خان ناصر له مبارزي پرته نوري سر کار نامې درلودي کومې ته نن مو شیری کې در پټه خزانه امده یې را ذکر وکونئ و موضوعات دیګره او بل په ختنه د سیدال خان ناصر قبر چیرې دی قبر سیدال ناصر در کجا است که در ولسوالی شکردر است به زبان دری ما که با باقی مانده فعالیت ها و شما انجام بدین در کابل در شکردری په ولسوالی که علتا خخته سیدال خان ناصر لکنده ها را ولی جلا وطنی تا جلا وطنی تا ار استل شو میگه سیدال ناصر چرا با مجبور شد که از وطن از سایی خود ira جدا وکوننن در ارتباط هم میتونین از جوابی کې از متن باندې sawdustin معلومات را نوشه وکنین ګرین زکه اونکو د زمنګ تاسو نننایل واست تربیته ستول په لو یو بخون کې اقتدار پرم د خدای پام